سرخط مهمترین خبرها دستور تازه مولوی سراجدین حقانی به تمامی نیروهای امارت اسلامی فروش ده هزار تن سرب از ولایت بامیان تثبیت 23 هزار جریب زمین غزبی از سوی وزارت عدلیه در کابل و انتقاد سازمان ملل از آزار جنسی و جنسیتی زنان در جهان سلام به یک مجموعه تازه و مهم خبری از چینل تاپ سیکریت خوش آمدید مولوی سراجالدین حقانی در تازهترین سخنانش به تمامی نیروهای طالبان دستور داده است تا زمینه وحدت میان تمامی مردم افغانستان را برابر ساخته و در این زمینه به طور جدی کار و تلاش نمایند این مقام ارشد حکومت سرپرست افغانستان در ولایت پکتیا گفته است که ما باید از اختلاف و نفاق دوری کنیم و همه مردم افغانستان را متحد نموده و این روند را تقویت کنیم مګور څنګه چلند وکړ دیبو وحدت ترغوري یوالته بروغ وی علاوه کرده است که ما همکنون حاکمیت داریم و مردم هم ما می باشند بنابراین باید با همه مردم با خوبی و مهربانی رفتار نماییم و این خطاب به تمامی نیروهای طالبان در سراسر سر افغانستان گفته است که از هر نوع تبعیض و قومگرایی دوری کنند و نشان دهند که افغانستان می تواند تا به مسیرهای درست و کامیابی در پرتو وحدت و همدلی به پیش برود تخم ختم کرد. موږ تر او راوبلې مینه محبت او در همین حال وزارت معادن و پترولیم اعلان کرده است که در یک داوطلبی ده هزار تن سرب و جست را از ساحه یکا ولنگ ولایت بامیان با قیمت نزدیک به 290 میلیون افغانی فروخته است موږ دغه د نن ورځې مزاهده په ډیر شپاب شکل باندې مخته ولاړه فاتي ویزره 915 افغاني باندې زبرنده سوې ما ان شاء الله چې نور بخپل کارو ته مخه گفته این وزارت هر تون صرب وجه است به قیمت 29000 افغانی به شرکت دکتر انوری اتک هلمندی فروخته شده است وزارت معادن افزوده است که این مقدار صرب وجه جست از ساحه گندکوتل در ولسولی یکا ولایت بامیون به دست آمده است. <applause> از سوی هم سازمان بهداشت جهانی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلان کرده است که از هر سه زن و دختر یک نفر در طول زندگی خود خشونت جنسی و فیزیکی را تجربه می کند. بر اساس بیانیه سازمان بهداشت جهانی زنان در سراسر سر جهان خشونت جنسی و فیزیکی را از سوی شوهر شریک زندگی والدین خویشاوندان همکاران رئیسان یا حتی افراد بیگانه تجربه میکنند، آگاهان افغان از شهروندان کشور میخواهند تا در کنار زنان افغانستان بایستند و از هر نوع سرکوب و خشونت آنان خودداری کنند آنان میافزایند که زنان مادران همسران و خواهران ما می باشند و آنها سزاوار زندگی انسانی محترمانه و برابرانه با مردان می باشند شورای نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولگری های افغانستان نیز در روز جهانی محو خشونت علیه زنان از جهان خواست است تا بحران حقوق بشری در افغانستان را به رسمیت بشناسند و زنان افغانستان حمایت نمایند. شرمگینم در دنیای زندگی میکنم که برای جلوگیری از خشونت علیه زنان باید تلاش کرد و امید محو شدن خشونت علیه زنان در افغانستان دفتر بخش زنان سازمان ملل متحد نیز به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان میگوید که تای سال 2023 میلادی در هر دقیقه یک زن در جهان از سوی خانواده خود یا سایر افراد به گونه عمدی به قتل رسیده است این دفتر روز دوشنبه 25 نوامبر با نشر بیانیه از رهبران جهان خواسته است که بدون بهانه برای پایان دادن به خشونت علیه زنان متحد شوند همزمان با این وزارت عدلیه روز دوشنبه هفته جاری اعلان کرده است که 23798 جریب زمین دولتی غصب شده در منطقه سناتوریم در دارالامان کابل تثبیت شده است. با گفته سخنگوی این وزارت مالکان با تهیه اسناد جلی مدعی مالکیت بر این زمین اند برکت الله رسولی سخنگوی وزارت عدلیه گفته است که پس از ادعای مالکان مبنی بر خصوصی بودن این زمینها، تحقیقات و بررسی ها در این زمین آغاز شد و یک هیئت فنی غیر قانونی بودن مالکیت بر این زمینها را تثبیت کردند. در خبرنامه وزارت عدلیه آمده که جلوگیری از غصب زمین های اماراتی و استرداد زمین های غصب شده از اهداف اساسی امارات اسلامی افغانستان است. په کابل ولایت کې کابو پکش شپېته او یو سلو پنځه دېرش جریبه امارتي ځمکه استرداد ده در همین حال وزارت صحت عامه در کابل از هفته جهانی مقاومت بر ضد میکروب در کابل تجلیل کرده است وحدت کوزای رئیس عمومی طب معالجوی و وزارت صحت آمه گفته است که استفاده بیرویه و خودسرانه از آنتیبیوتیک ها و عدم تشخیص درست امراض از عوامل عمده ای ایجاد مقاومت میکروبی بوده و حتی خطر به مرگ به همراه دارد. گفتنی است که اخیرا مقامات صحی چندین کشور همسایه افغانستان از مصرف زیاد آنتونی بیوتیک ها هشدار داده و آن را مرگبار خوانده است همچنین مسئولان ریاست زراعت بامیان میگویند که جهت رشد محصولات زراعتی در این ولایت برای بیش از 11 هزار دهقان حدوداً بیش از 580 متریک تخم اصلاح شده گندم در سال جاری توزیع شده است و گفته آنان به گفته آنان علاوه بر تخم اصلاح شده گندم صدها متریک تن کود کیمیایی نیز برای کشاورزان توزیع شده است همزمان با این منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که رد و برق در این ولایت جان یک زن و یک مرد را گرفته است به گفته منابع این رویداد در مربوطات ولسوالی ارغنج خواه ولایت بدخشان رخ داده است همچنان منابع می افزایند که بارندگی وسیل مسیر تردد را در این ولسوالی مسدود کرده است و خبر اخیر این که وزیر داخلی ترکیه اعلان کرده است که نیروهای امنیتی این کشور در عملیات مشترک در شهرهای مختلف 1298 پناهجوی فاقد مدرک اقامت را بازداشت کردند. وزیر داخلی ترکیه روز دوشنبه پنجم قوس اعلام کرده که عملیات ویژه برای شناسای مهاجران فاقد مدرک در سراسر سر کشور را اندازی شده است و گفته این مقام ترکیه در جریان این عملیات 18835 مکان مختلف از جمله ساختمانهای های متروکه توسط 28000 کارمند امنیتی بازرسی شده است او همچنین تاکید کرده که پناهجویان بازداشت شده و مراکز نگهداری منتقل شده و روند اخراج آنها از این کشور آغاز شده است با این حال این مقام ترکی اطلاعات درباره هویت بازداشت شدگان ارائه نکرده است دوستان عزیز به پایان برنامه کنونی رسیدیم از این که تا این دم با ما همراه بودید سپاس گذاریم. تا برنامه های بعدی الله نگهدار.